تست کردم اوکیه. به پذیرای ما شک داری پیرمرد؟ خواستگاری بابان یادت رفته؟ هر چی خوراکی گذاشتین جلو دست ما تهش در آوردیم. آقا نمه دیگن، ما فضل من دوستانه بود. من نه کسی اینجوری تنپیچ کرده بودیم، نه سیخ داغ گذاشته بودیم رو منقل. همه چی عادی بود. نمدی تو واقعا چنین رفتاری میخواستی بکنی با پسر من؟ بله برات متاسفم، حیف اون سیخ داغ کفتاده دست نااهلش. والا همباز اینا مهربانن که به سیخ داغ اکتفا کردن. اینا خودی هن، خودی نبودن الان باید چنگ میزدن به در و دیوار سیاه‌چال وسط بیابان. خب کره پابلو اسکوار نکشیده مان، از قدیم گفتن مال تصف بشست همسایت دوز نکن. درود به شرفت عروس گلم. ببخشید خانم مارپل، ما حواس ما نبود موقع خوابیدن باید دندان و میده و لغز و میده ما قلف و زنجیر کنیم. آقا دوستان خواهش میکنم با این نیش و کنایه و متلک و این چیزا فسر و قبرالود نکنید. اون چیزی که مسلمه است سرقت دندان اتفاق افتاده، درسته؟ ولی ما باید یه سوالی از خودمان بکنیم، آیا پایندهی جماعت اهل دست رازی به مال دیگران هست یا نه؟ نه نه هست یا نه؟ نه نه. چند سال پیش آقای رستم نمدی وقتی خوشسالی شده بود آیا ما تبع کردیم به مال شما یا نه؟ یخچال گذاشتیم رو کول منو زدیم به دل کو؟ نه ما تو اون شرایط اصلا باید از خود باید سوال بکنیم کی بود که بعد تو تا قرص نن و یه دنه کسه مست 20 تا مرد سیر بکرد؟ ایکلا محلقه خانم، کی بود که برای نخستین بار در سطح کشور اعلام کرد که سویا بهترین جایگزین گوشته؟ کی بود که برای اولین بار کشف کرد که خرپشتی‌های بالای پشت بام قابلیت اجاره دادن داره؟ خب الان دزدی کاره کیه؟ دزد که ملقه خانم نیست. آقا دزدی کار این دل دزد نفوذیه. کار اینه پسر من پاکترین و درستکارترین جوان روستاست. این بچه بیشورتر از اونه که عقلش برسه دندان طلا بدزده. اینجوری نیست آقا جون، من اراده کنم دستم از همه کشتره. من یا؟